سلام، رامین موسوی هستم، مدرس انگلیسی. میدونین از کلمه هوپ چجوری استفاده بکنین؟ هوپ رو میشه به شکل‌های مختلفی استفاده کرد. مثلا میخوای بگی من امیدوارم که فردا یه اتفاقی بیفته. من امیدوار بودم که دیروز یه اتفاقی میافتاد. یا من امیدوارم که تو یه کاری بکنی. من امیدوارم که خودم یه کاری رو انجام بدم. اینها میتونه به شکل‌های مختلفی توی این گرامر استفاده بشه. مثلا ساده ترینشون و رایج ترینشون اینه که بیای بگی، مثلا اول میگی چه کسی امیدواری میکنه، میگی I hope, you hope, she hopes. بعد از اون میای یک جمله آینده میسازی که مشخصه که خب آینده است. مثلا میگم که I hope you will call me. I hope we will win. من امیدوارم که ما برنده بشیم. یعنی این که بعد از این hope شما یک جمله کامل و مستقل باید بیاری. یعنی نمیگم I hope you. نه، این hope فعلمونه ولی این you مفعولش نیست. مثلا I like you اینجوری نیست. تو I like you, I love you، این you مفعول این فعل لایکه. اما وقتی من میگم امیدوارم، این تموم میشه، خودش یه جمله است. I hope، جمله بعدی I hope you will come back، امیدوارم که برگردی. فرقی نمی کنه که این جمله دومی فاعلش چه کسی باشه. یعنی که مثلا من میگم من امیدوارم I hope you will come back، she will come back، I will come back. یه جمله مستقله که به hope کاری نداره. میتونی همچنین از gonna هم استفاده بکنی. I hope you're gonna come back. I hope it's gonna work. I hope gonna. خب اینم یک نوع آینده است دیگه. به هر حال تو ویدیو قبلی حتما یاد گرفتین که فرق gonna، I'm gonna go با I will go چیه. اون ویدیو قبلی ها رو ببینید تا اینو متوجه بشین. الان بحثمون روی hope. یه دونه دیگه از کاربردهاش میتونه به این شکل باشه که شما میای اون I hope یا she hopes اینو میگی، بعدش جمله‌ای که داری میسازی به شکل حال ساده است. مثلا میگم I hope you call me، I hope she comes back. یعنی که شما میتونی از جمله آینده استفاده نکنی با اینکه منظور شما آینده است. I hope I see you again. میتونم بگم I hope I will see you again. ولی خب وقتی که از این will استفاده میکنی، خب مشخصا آینده است. ولی وقتی که حال ساده است میتونه آینده باشه و میتونه یه معنی دیگه هم داشته باشه. مثلا فرض کن که شما میخوای یه جایی استخدام بشی. میای پیش من مثلا میگی رامین منو استخدام بکن تو شرکتت کار بکنم. من میگم که باشه، من یه سری سوالا ولی دارم. آیا تو سیگار میکشی؟ Do you smoke؟ حالا قبل از اینکه تو جواب بدی من میگم ببین، امیدوارم سیگار نکشی. یعنی از اینهایی باشی که هیچ وقت سیگار نمیکشه. I hope you don't smoke. یا مثلا میگم که ببین، ما یکی از معیارامون اینه که تو شنا بلد باشی، شنا بکنی. امیدوارم از این آدمایی باشی که در زندگیت شنا میکنی. I hope you swim. پس این حال ساده که کلن میدونی حال ساده راجع به کاری صحبت میکنه که همیشه در زندگی تکرار میشه، تو اینجا هم خودشو نشون میده. پس اینجوری نیستش که شما همینجوری هر وقتی که دلت بخواد بیای بگی I hope you come back، بعد بگی فرقی نداره، بگو I hope you will come back. فرقشون اینه که این یکی میتونه دو تا معنی داشته باشه. مثلا من میگم که ببین تو بیا برای من کار بکن، بعد میگی که خب چه معیارهایی داری؟ میگم ببین امیدوارم که انگلیسی صحبت بکنی. I hope you speak English. مثلا من یه جای گیر کردم، مثلا تو آلمان گیر کردم، بعد میبینم ای یه آقای اونجا وایساده، بعد قبل از اینکه چیزی بگم میگم I hope you speak English، امیدوارم که تو انگلیسی صحبت بکنی. یعنی امیدوارم که این چیز روتین رو داشته باشی. پس میتونه این معنی رو بده.
یکی دیگه از کاربردهاش میتونه به شکل آینده در گذشته باشه. ببینید بچه ها، مثلا من میگم که من امیدوار هستم. من الان امیدوارم. I hope. برای چی؟ برای آینده. امیدوارم که تو به من زنگ بزنی فردا. I hope you call me or you will call me. بهتر با will بریم چون میخوام اینو بهتون یاد بدم. I hope you will call me. I hope you will come back. I hope you will study. I hope you will do this. یا I hope I will call you. I hope I will understand. حالا من این I hope رو میارمش به گذشته. خب طبیعتاً اون تیکای بعدیش هم باید بیاد گذشته. تو این دستم I hope رو دارم. الانه. من امیدوارم که تو فردا برگردی. I hope you will come back. خب این حاله. I hope این تو آینده است. درسته؟ حالا من اگر I hope رو ببرم به گذشته، کلن این جمله رو ببرم به گذشته، I hope، هر دو اومدم به گذشته. میبینی؟ این ور گذشته بود، حال آینده، این ور گذشته است. I hope میاد گذشته، اینم میبرم به گذشته. میگم که من امیدوار بودم که تو برگردی در گذشته. I hoped you would come back. You will come back. You would come back. این will رفته به گذشته شده بود. مثلا میگم من وقتی که 7 سالم بود امیدوار بودم که وقتی که 20 سالم میشه مثلا فلان کار رو انجام بدم، مثلا زیاد درس بخونم، رانندگی بکنم. الان امیدوارم که فردا رانندگی بکنم. I hope I will drive tomorrow. 7 سالم که بود میگفتم I hoped I would drive. پس همه اینها تو گذشته میمونه. امیدوار بودی که یه کاری در گذشته پیش بیاد. این یکی از کاربردهای hope بود و همچنین will رو هم که اینجوری بهتون یاد دادم. آینده در گذشته حتما خیلی شنیدی آینده در گذشته چیه. این یک کاربرد آینده در گذشته بود. یه کاربرد دیگه hope هم به این شکله. شما میگی که I hope I will see you. I hope you will see me. من امیدوارم که تو منو ببینی. من امیدوارم که من تو رو ببینم. میگه خب ببین، تو حالتی که شما میگی I hope، کی امیدواری میکنه؟ I. کی قراره ببینه؟ خودم. من امیدوارم که من تو رو ببینم. میگه که خب حالا که هر دو تا فاعل آی هست، بیا یه دونه آی بگو، بگو آی هوپ، بعد اون فعله رو کلا جملهش رو بیا اون آیه رو حذف کن، فعلت میمونه دیگه. فعل تو با یه دونه تو بچسبون به این. اگه نمیدونی چه جوری کار میکنه این قضیه، ویدیو قبلی رو ببین. فکر کنم دو تا ویدیو قبلتر اینو توضیح دادم که دو تا جمله رو وقتی که بخوایم به هم بچسبونیم، اگر فاعلش رو حذف بکنیم چون فاعلش یکیه، میتونه با تو به هم دیگه بچسبه. I hope to see you. امیدوارم که تو رو ببینم. I hope to talk to you. امیدوارم که باهات حرف بزنم. میتونه کسی دیگه باشه. مثلا میگم که she hopes to see me. اون امیدواره که منو ببینه ولی من نمیخوام ببینم. یعنی میشه چیز دیگه هم باشه. They hope to win. اینها امیدوارن که ببرن. I hope to see. حالا من چند تا امیدواری میکنم. اولا امیدوارم که شما ویدیوی من رو لایک بکنید. I hope you will like my video. امیدوارم که شیرش بکنید. I hope you will share my video. امیدوارم که کامنت هم بذارین و اگر سوالی دارید بپرسید، من بهتون جواب میدم. I hope you will comment on my video. حالا یه امیدواری هم این شکلی میکنم. امیدوارم که همه کامنتاتون رو ببینم. I hope to see. امیدوارم که بتونم جواب بدم. I hope to be able to. I hope پس میتونه خیلی راحت استفاده بشه بچه ها. حالا بیاییم یه تمرینی هم بکنیم بچه ها. اول به هم بگین که من امیدوارم، بگو ببینم امیدواری که چه آینده،
ای داشته باشی، چه اتفاقی بیفته. یعنی بگو خودت امیدواری که فلان کار رو بکنی، مثلا بگی I hope to، یعنی بگی خودم امیدوارم که فلان کار بکنم. یه دونه هم بیا بگو I hope I will، با جمله بگو. یه دونه هم فاعلش یکی دیگه باشه، بگو I hope she will. یه دونه هم به همینو بگو، وقتی که بچه بودی امیدوار بودی در آینده چی کار بکنی. میگی When I was a child I hoped I would. یه فعل ساده باید بذاری، میدونی که بعد از مدال ها باید فعل ساده بیاد. خب سابسکرایب رو یادتون در رو بچه ها، حتما سابسکرایب بکنید، مشترک بشین با کانال من تا هر وقت ویدیوی براتون میذارم بتونین راحت متوجه بشید که من ویدیوی گذاشتم. اگر هم دوست دارین توی کلاس های من شرکت بکنین، اول بیاین توی اینستاگرام، یه هایلایتی هست اونجا نوشتم کلاس تضمینی، اونجا ببینیم کلاس های من رو آیا دوست دارین. نمونه هاشو براتون گذاشتم، بیش از 100 تا 200 تا ویدیو اونجا وجود داره که میتونی راحت نگاه بکنی ببینی اصلا این کلاس رو دوست داری یا نه، و بعدش توی واتساپ به این پیام میدین دقیقا بهتون میگم کلاس چجوریه. بچه کلاس های من تضمینیه. تضمینی هم به این معنی هست که شما به هر دلیلی اگر که دیدی کلاس رو دوست نداری میتونی کل هزینه‌ت رو پس بگیری، یعنی میذارم به عهده خودت، کلاس رو میای شرکت میکنی میگی که ببین من از رنگ تخت وایت بورد تو خوشم نمیاد، من مشکی دوست دارم پس میخوام انصراف بدم، بدون هیچ سوالی میتونی کل هزینه‌ت رو پس بگیری. این به این خاطر هستش که بدونین بچه‌ها باید حق داشته باشین که کدوم کلاس براتون مناسبه کدوم مناسب نیست. اینجوری نباید باشه که شما یه پکیجی میخری، یه ویدیویی نگاه میکنی میندازی یه گوشه،